بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. همونجوری که شاهد بودید، چند هفته گذشته دو مرتبه با آقای مینویی بودیم. ازشون خواهش کرده بودیم که در برنامه ها باشن، به خاطری که برنامه هایی رو که در تلویزیون های دیگه داشتن ما اینجا نشون دادیم و دوستان سوالاتی داشتن. ایشون هم لطف کردن، مهمان برنامه بودند و با هم صحبت کردیم. از این بابت ممنون. باز هم شما دوستان سوال کردید، حتی یکی از دوستان ما از اسپانیا ویدیویی فرستاده که برای شما، برای آقای مینویی قرار بفرستم و نظر ایشون رو بپرسم. به این فکر افتادیم که به جای اینکه برنامه‌های تلویزیون‌های دیگر رو بذاریم و باعث سوال بشه و ایشون نباشه اون موقع اویلیبل، چه بهتر که هفته یه بار زنده با خودشون باشیم. به قول ایرانی ها برنامه مستقیم، به قول آمریکایی ها برنامه زنده. و امروز اولین برنامه زنده ساعت 5 بعد از ظهر وقت واشنگتن با آقای پرویز مینویی از تگزاس هستیم. آقای مینویی سلام میکنم خدمتتون. شما دوست دارید، درود، درود به شما میگیم. و دوستان از شما میپرسن که خب شما اینقدر میگید ولی اون دوستانی که نمیخوان، مثلا آقای فروتن، آقای رضا پهلوی، اینها اون چیزایی که شما میگید به صورت یه امید و آرزو در اومده، که البته هیچ اشکالی هم نداره. تمام چیزایی که ما امروز داریم روزی به صورت امید و آرزو بوده برای بشر، ولی همون چون خواسته بعدم در حد توانش توانسته به دست آورده. شما فکر کردید چجوری امکان داره این دوستان دور هم جمع بشن؟ به اصطلاح آقای رضا پهلوی اگه اشتباه نکنم یک شعاری یه مدت داشتن به نام امروز فقط اتحاد، ولی هیچ وقت هیچ اتحادی ما بین حتی دو تا سازمان کوچولو ندیدیم. حتی مجاهدین میان اسمهای بزرگ میذارن، شورای ملی مقاومت، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم خودشون هستن. شما امیدتون، آرزوتون، خواستتون چیه و فکر میکنید چجوری این خواسته به اصطلاح امکان پذیر میشه؟ بفرمایید. با درود جناب سروی عزیز و همه بینندگان تلویزیون مردم تیوی در سراسر جهان، من افتخار دارم که در این برنامه قرار شده که از این بعد هر هفته مرتبا روزهای دوشنبه در همین ساعت در خدمتتون باشم. واقعا از این بابت من افتخار میکنم، برای که این تلویزیون بازتاب بسیار زیادی داده. یعنی خیلی ها به من پیغام گذاشتن، زنگ زدن، از طریق خود آقای سروی، از طریق مستقیم به من، و معلوم میشه که کارایی داره و برد داره به قول معروف. من میدونید دوستان عزیز، من آقای سروی با هم دیگه دوستیم، هم دیگه درک میکنیم، هم دیگه احترام میذاریم. یادم به یه مثال افتاد، میگم در جنگ ایران عراق یه سرباز ایرانی اومد پلو فرماندهش، گفت آقا من مثلا یه هفته مرخصی میخوام. فرمانده گفت یعنی چی؟ تو تازه دو ماه اومدی سربازی، من مرخصی میخوام. مرخصی من میشه بدر به تو بینیم؟ گفت چی جوری میشه که مرخصی؟ گفت مرخصی بینیم یه کسی میدیم که یه کار مهم میکرده باشه، یه مثلا رفته باشه یه غنیمتی از دشمن گرفته باشه، یه کاری کرده باشه. سرباز رفت و فرداش اومد گفتش که جیپ از عراق، جیپ عراقی رو گرفتم، آورد جیپ رو داد و فرمانده بهش مثلا چند روز مرخصی داد. دوباره اومد و باز چند روز کار کرد و باز این دفعه رفت یه نفربر، یه کامیون گنده نفربر عراقی رو آورد تحویل داد، باز مرخصی گرفت. بالاخره همینطوری توپ می آورد، نفربر می آورد، نمیدونم مسلسل می آورد، وسایل می آورد و مرخصی می گرفت. بالاخره وقتی دوران سربازیش تموم شد، فرمانده گفت راستش بگو، این ببینیم برگ خاتمه خدمته، ولی باید نمیدم تا راستش نگی، اگه راستش نگی من این عذاب نمیدم به تو. سرباز گفتش ولی راستش ما یه دوست پیدا کردیم تو اون سپاه عراقی، اونم مرخصی میخواد، من یه چیزی میدم به اون، اون یه چیزی میده به من، هر دو مرخصی میگیره. حالا جناب سروی هم یه چیزی به من میده، منم یه چیزی به ایشون میدم، در حالی که الاز فکری در دو قطب متضاد قرار گرفتیم. ببینید جناب سروی، ایرانی‌ها یه مسئله داریم، ما ایرانی‌ها یه مسئله داریم، میگیم بیماری فطیر است. برای یک کار تشکیلاتی، برای اینکه ما بیایم مثلا فرض کنیم که یک گروهی درست کنیم، یه دیر رو دور هم جمع کنیم و
اقدام بکنید حتما یه پولی میکنه. ببینید ما ایرانی ها اخلاق اون اینطوریه. مثال میزنم براتون، مثلا یه رستورانی باز بشه، ما سعی میکنیم که اول خودمون نریم، یکی که رفته ازش بپرسیم تو رفتی تو اون رستوران چطور بود، اگه اون گفت خوب بود ما بریم. یا مثلا اگه برق قطع بشه ما زنگ نزنیم، میگه اون همسایه زنگ میزنه دیگه، چرا ما زنگ بزنیم. یا حتی یه کنسرت میارن که خواننده‌اش مورد علاقه ماست، ما دوست داریم بهمون زنگ بزنه، اینا فر اصرار کنه بگه آقا تو رو خدا تو مرد خوبی هستی، زن خوبی هستی، تو همیشه میای، من الان برات یه میز گذاشتم فلان فلان. اینطوری پا میشیم راه میافتیم میریم. در مورد تشکیلات ما اخلاقمون اینطوریه دیگه، باید همین عمل بشه. ببینید برای که این عمل بشه لازم به پوله، برای که باید یه چهار نفر آدم تشکیلاتچی بشینن اونجا و این چهار نفر مثلا به عنوان فرض کنیم که دستیاران اون فرد، حالا اون فرد آقای رضا پهلویه، آقای خانم مریم رجویه، یا مثلا البته مریم رجوی که تشکیلات داره، پول داره، همه چی هم داره، ولی مثال بقیه مثلا آقای ایمان فروتنی که شما گفتید، یا کسان دیگه، باید یه ده دورشون باشن، برای اینا زنگ بزنم و تماس بگیرم و برای رهایی ملت ایران یک گروهی رو تشکیل بدم و این گروه یه پولی لازم داره و این پول رو طبیعی است که باید از ثروتمندان ایرانی بگیرم. من همه چیزایی که میگم به قول شما آقای سروی ممکنه این مثلا رویا باشه، ولی خب به قول خود باز خود شما رویاها به حقیقت میپیونده دیگه. مثلا فرض کنید که من چون نمیخوام اسم ببرم میگم، مثلا یه آقایی هستن ایشون یه زمانی به من زنگ زد، من ایشون رو اون موقع هنوز ندیده بودم، دوستان مشترک داشتیم ولی من ایشون ندیده بودم، زنگ زد گفت من فلانیم، طبیعی است که من احترام کردم و بعد گفتش که مینوی این شماره تلفن رو بگیر زنگ بزن به فلان تلویزیون بگو برای هفته یه دفعه برنامه بذارن، اگر گفت پول بگو با من تماس بگیر، یعنی با اون آقا تماس بگیر. منم همین کاری کردم، تا 6 ماه برنامه گذاشتم. خب این آقا میلیونر نیستن، میلیاردر نیستن، حالا میلیون که در امروزه چیزی نیست که مثلا یک کسی یه خونه شهر داشته باشه، یه خونه لب دریا داشته باشه میشه میلیونر، ولی ایشون منظورم که اولترا میلیونر نیستن، یعنی ثروتمند بزرگی نیستن، درآمدشون محدوده، از اون درآمد محدودی که دارن یه مقدارش خرج برنامه سازهای تلویزیون رو نمیدونم رسانه ها میکنن، یه مقدارم به خود بعضی از تلویزیون ها کمک مالی میکنن. خب یه همچه افرادی رو پیدا کنیم که امتحانشون پس دادن از لحاظ درستی و از لحاظ اینکه دستشون تو جیبشون میره، گشتنشون نیست که خب اگه یه پولی رو به من بسپری، من اگه بچه هم گرسنش باشه در حال مرگ باشه طبیعی اون پول خرج بچه میکنن، این طبیعیه، پس باید این پول به یه نفر بدیم که آنچنان احتیاجی نداشته باشیم و بخوایم از ثروتمندای ایرانی که کمک بدن به اون صندوق. حالا کمک کردن ممکنه نفر بگه آقا من 100,000 دلار کمک میکنم، بیار این 10,000 دلارش متناسب با پیشرفت کار دوباره بقیه اعتبار رو واریز میکنم، یه همچی کاره بکنن، یه بشینن صورت بگیرن، اسم جمع کنن، زنگ بزنن، تماس بگیرن، با داخل تماس بگیرن، با این ور با اون ور تماس بگیرن، عمل کنم. خب امروز فقط اتحاد که خود به خود به وجود نمیاد، که براش باید کوشش کرد. جناب سوری، ما ایرانی ها یه مقدار رویایی فکر میکنیم، منظورم رویایی مثل خودم نیست، منظورم اینجوری، منظورم رویایی، کلمه رویایی رو پاک کنیم، ما ایرانی یه مقدار ایدئالی فکر میکنیم، فکر کنیم همه چیز باید در حد کمال مطلوب باشه. ما در حد کمال مطلوب نمیتونیم عمل کنیم. ما امروز یه نادری نداریم که یک مثلا اسیر ازبک ها باشه، از بسارت فرار کنه بیاد مردم رو جمع کنه بیاد مثلا کشور عثمانی رو که در اروپای قدرت 3-4 تا کشور اروپا با هم جمع کردیم چطور کاری بکنن این شکست بده، بره مثلا ازبک ها رو برونه تا مرکز آسیا دور کنه، بره کشور به اون عظمت هند رو بگیره. خب این همچی کسی رو نداریم. یا مثلا ما فرض کنیم که کوروش داریوش رو نداریم، ما انوشیروان بابلکان رو نداریم، ما باید با اون چیزایی که داریم قناعت کنیم. حتی ما رضا شاه هم نداریم، شاهزاده رضا پهلوی رو ما داریم. خب اگه بهتر شد دوستان شما آقای سوربی دارن به من معرفی کنن، من که علی جون
تعهد ندادم که همیشه تا آخر عمرم از ایشون حمایت کنم. هیچ وقت هم حمایتم شخصا از ایشون نیست، حمایتم برای ملت ایرانه. اگه آقای سوربی و دوستانشون نشون بدن یک کسی برای ملت ایران مفیدتره، من از همان جا پشت تلویزیون میگم میام دو قلون چم. بسیار ممنونم. اینو اتفاقا شما بارها گفتید که آدم باید آزاد باشه هر زمانی دلش خواست به نفر بعدی، به حزب بعدی، به جنبش بعدی بپیونده. در رابطه با پول و اینها که شما میگین، اولا خب شما از ما با شانستری دوستی دارید که حمایت کرده برنامهاتون رو. همون رو پیدا کنید دوباره. بعد ولی میام یه جایی شما گفتید که خب این پولا رو مردم نمیتونن بدن و ما شنیدیم، حالا اگه ندیدیم هم، البته من از آقای بنی‌صدر سوال کردم، ایشون به شدت تکذیب کرد که خمینی از کارتر پول گرفته، گفت که اینا همش حرف حدیثه، گفت خمینی رو بازاریای تهران پول میدادن، حتی تعریف کرد از یک آقایی به نام یا جورابچی یا شانه‌چی که این آمده بوده فرانسه 40,000 پوند اون زمان، نه مارک بوده، نه ببخشید فرانک، الان یورو است، اون موقع فرانک. بعد گفت که گذاشت اونجا، گفت خمینی به من گفت که به اینا بگو که امروز شما پول میدین فردا فکر نکنید یه کاری میشین، که گویا همون آقا رو هم خمینی اعدام کرده. در هر صورت نه، اینقدر که ماشاءالله اعدام کردن که هر اسمی رو بگیم درست در میاد، ولی این یا شانه چی بود یا جوراب چی، یکی از این دوتا بود که ماجرای اینه. من دارم اینو میگم، ببینید شما باز درست میگید، از لحاظ مالی شما از خودتون سوال کنید، سال 1979 اگه آمریکا بودید، میدونم نبودید، شما اول سوئد بودید، اینجا چند داشتید، ولی آقای رضا پهلوی یه جوانی بوده به گفته خودش میگه من 62 میلیون داشتم. خب این 62 میلیون رو، البته من که این نزدیک هستم میدونم که اینا درست سرمایه گذاری نکردن، یه مقداری خام طمع بودن، رفتن دنبال سودای زود، یه شبه میخواستن میلیونر و میلیاردر بشن، بانکای بی خود باز کردن، شرکتای نفتی خریدن که نه چاهی وجود داشت نه نفتی وجود داشت، و همه سوابقشون اینجا هست. یکی از دلایلی هم که من امیدم از آقای رضا پهلوی به اصطلاح ناامید شد همین بود که اینا رو مطالعه کردم و دیدم. ولی باز سوال برمیگرده، خب اگر قرار باشه کسی کمک کنه، پول بذاره، سرمایه گذاری کنه، زنگ بزنه، نفرات رو جمع کنه، من و شمایی که آمدیم اینجا با زن و بچه و هزار مشکل، باید همین امروز که رسیدیم از فردا کار میکردیم آخر ما اجارمونو بدیم، ما که این امکانو نداریم. اینا این امکانو داشتن که اینور شاه حسن مال مراکش بوده، اونور آقای چیز مال مصر بود، کی بود که کشتنش بیچاره، آقای نه مال مصر که سادات، انور سادات بوده. بعد اینا به وسیله این ارتباطاتی که داشتن، به وسیله اون پول نقدینه‌ای که داشتن، یا به وسیله اون اعتباری که داشتن که آقا آمریکا، انگلستان، فرانسه، شما بیا منو کمک کن، من وقتی رفتم سر کار 20 سال به شما نفت مجانی میدم. ولی اینا کمکاری کردن. همون آقای بختیار بلند شد 5 روز رفت عراق، بعد میاد تو گفته‌هاش میگه اون 5 روز من نمیخوام صحبت کنم. آخه یعنی چی من نمیخوام صحبت کنم؟ رفتی یه جایی، وزیرت آقای منوچهر گنجی، آقای من ببخشید منوچهر رزماورا، آمده تو برنامه من، برنامه دیگران گفته که شماها در اون 37 روزی که مسئول دولت بودید و فلان اینها، به اصطلاح بعد که حکومتتون برچیده شد بلند شدین رفتین یه کشوری توی کاخ اونها زندگی کردین، ولی اسم اون کشور رو ما نمیخوایم بگیم. بعد آقای رزمارا میگه ما صبح رفتیم صبحونه خوردیم، وقتی اومدیم توی توی آخرین باری که شما یه چمدون دلار آمریکایی نو داشتی کی بوده آقای مینوی؟ اصلا برای من و شما جوکه.
این آقای رزمارا، دکتر رزمارا میگه ما رفتیم صبحونه خوردیم، برگشتیم تو اتاق کاخ، دیدیم یه چمدون سامسونت گذاشتن، بازش کردیم دیدیم پر پولای نو 100 دلاریه. میگه من فکر کردم این پولای قلابی که درست میکنن که چمدونا صاف وایسه، یا تو کفش دیدین کاغذ میچپونن که بله. میگه رفتم به اتاق بغلی، گفتم اون بغلی هم آقای آموزگار و فلان اینا بودن، بعد میگه نه، گفتم پول، بعد که رفتیم دیدیم چمدون آقای بختیار که دو سه برابر مال ما بود، مال ماها کیفای سامسونت بود، مال ایشون چمدون بود. خب این پولا رو گرفتن. حالا شایعه است که آقای فلانی کلینیک باز کرده تو فرانسه، میگه من نکردم، ما کاری نداریم. اینا رو کی باید ارتباط برقرار کنه؟ شما نمیتونی از مهندس فروتن، ایشون دکتر مهندس فروتن، انتظار داشته باشی بعد از چند تا بیزینس ناموفق آمده به کار سیاسی پناه آورده، از اون انتظار داشته باشیم حالا بیاد یه جنبش مردمی را بندازه، مردم هم بیان پول بدن اینا برن. خب آقای رضا پهلوی آمد این کار کرد، با آقای تلویزیون اندیشه بگید، آقای نادر دورمانی، با این همه آدم آمدن تو دو روز، یه روز 500 هزار دلار پول جمع کردن، ولی باز هیچ خبری نشد. بلند شدن رفتن فرانسه، شورای نمیدونم ملی درست کردن، اول گفتن من سخنگوام، بعد هیچ خبری نشد. الان چند ماه شما هیچ اعلامیه‌ای، هیچ دستخطی، هیچ چیزی از آقای رضا پهلوی شنیدید یا دیدید؟ هیچ حرکتی میبینید اصلا؟ همین تقریباً 15 روز پیش تا یک سال پیش 3-4 تا مصاحبه داشتن. بله بله. خب چی میگن تو این مصاحبه ها؟ حرفای مصاحبه داشتن با من و دو مصاحبه داشتن با چند تا مصاحبه. نه ببینید آقای مینوی، مصاحبه بذاری من بگم. خب ما خراب کردن، همه رو خراب کردیم، خب کاری نداره، هر کسی یه چیز بدی میگیم، حالا یا واقعیت یا اینکه اقراق یا هرچی هست خرابش میکنه. خب بعد که چی؟ یادم به اون تلویزیون آقای داور میفته که همه رو فوش میداد. خب همه رو فوش میدی، پس چه راه نجات برای ملت اینا میذاری؟ اگر ما 5 تا روی زیاد داری هر 5 تا رو فوش دادی، پس تو فوشی چون میکنی نداریم چه؟ پس کی میخواد ملت رو نجات بده؟ نمیدونم، بالاخره رو دنبال صحبت های من، شما راه حل رو بگید. به نظر شما یکی از شما دوستانی که ببینید، اگه ما زنگ بزنیم اینا فکر میکنن ما بدخواه هستیم، شما اگه زنگ بزنی بگی خب آقا این کپی جنبش های مردمی، آقای اوباما یه سناتور جوان کم تجربه ای آمد با یه برنامه ای بهش میگن گراس رود، این جنبش های ریشه ای و مردمی، را افتاد دم در خونه های مردم، رفت با یه نفر صحبت کرد، بهش گفت تو به من قول میدی تا هفته دیگه به 5 نفر صحبت کنی؟ اون گفت بله. بعدن اینا همه رو جمع کرد توی یه سالونی، گفت شما همه که اومدید ازتون ممنونم، قول میدید ماه دیگه 5 نفر بیارید هر کدومتون؟ آمد. بعد از یه جایی شروع کنن از این که بیان، بله آمدن، دیدم من اون نوارا رو، که دیگه دوران خمینی تمام شده. آقا خمینی مرد ولی راهش ادامه داره. و ما ببینید، بله بله، جناب صوفی، من چند سال پیش، چند سال پیش یه خاطر براتون میگم. یه روز این زمانی من سوئد بودم، یکی از دوستانی که هم رفت آمد داشتیم، رفت آمد آمد خانوار بیده توی پدرش اومد به سوئد. پدرش آدم ساده بود، مثلا میگفتش که ما میخوام براتون آواز بخونم، ما فکر کردیم الان چهچه میدن مثلا صدای بخونم. بعد شروع که همینجور که من حالا کنم تو میگم، همین یه روز بودی یا بود رفتم یه خانومی رو دیدم با بالش دادم این پیشو که هفت سادم، بعد میگم آواز برم کنم، بعد وقتی خودش تمام شد، خب ما به احترام دوست اون همه دفتر کلکی دیگه، بعد یکی میگم اگه در این در اینا آواز آزم شما به من نگیدید من رئیس جمهور بشم. ببینید یه کارمند ساده دولت که بازه و من جامعه شناسی و مردم شناسی اینجور میتونه در این کنی کناستن آواز مکنون خیاب رفتم دو بار زن و آدم رو میخونه میخواد رجوع. ببینید ما مردم ایران اشکال رو بینید که شما از هر چیز پرسی میخواد رجوع بشه، یعنی ما نیست. ببینید ما نیمیم الان هم وایسیم قدامون اندازه بیدیم، ببینید که قدامون
مینوی برعکس هستن و ما هم واشنگتن هستیم. بعضی وقتا ما اینجا باید یه تریکای بزنیم، مثلا ویدیو رو خاموش کنیم یا تا درست بعد ببینید که پلیر سه. آقای مینوی تصویر شما رو نداریم، البته بعضی وقتا یکم دیرتر میاد. ببینیم که آقای مینوی میخواین صحبت کنید، ببینم اگه صدا خوبه همینجوری من تصویر قبلی. بله. بله من داشتم اینو میگفتم که ما از لحاظ سیاسی اون قد سیاسی خودمونو واقعا درک کنیم که چقدره، ولی هم وایسیم ببینیم اون که قدش بلندتره اونو بگیم تو برو جلو بقیه هم کمکت کنیم. خب. ولی ما حاضر نیستیم اگه قدمون کوتاه‌تره میخواییم بگیم نه ما باید باشیم، و این چیزیست که همیشه در عقب میمونه، همیشه میمونن دیگه. مگر اینکه مثلا یه دولت خارجی بیاد بگه آقا حسن آقا تو برو جلو، یا مثلا آقای منوچهر تو برو جلو، و اون وقت دیگه همه گوش میدیم چون که دولت خارجی اومده و اون قدرت داره و همه کار میکنه. ولی خودمون بخوایم راه بیفتیم، خودمون همه خودمون رو از همه قد بلندتر میدونیم. صدا میاد آقای سوری؟ بله صدا خیلی خوبه، فقط اشکالی که هست خب اینجوری اگه باشه مثلا تصویرتون رو ندارم، نمیدونم چرا. بار اولم که امروز زنگ زدیم تصویرتون نداشتم. مثل که اونجا یا باید شما چیز کنی یا میخوان یه بار شما به من زنگ بزنید، شاید اونجوری وصل بشه. میخوام من قطع کنم شما زنگ بزنید، تصویر شما رو ندارم. باید زیر اون تصویر نگاه کنید که ویدیوتون خط روش نباشه، اونجایی که تلفن قرمز هست اگه خط روش هست اون کلیک کنید تا خط بره از بین. من در این حد نه چشم کمک میکنه بل. نه توانشو دارم. خب حالا اشکال نداره، من تصویر شما را مال اون چیز قبلی میدم. فقط بذارید یه چیزی بگم، چون اینو من از شما چند بار شنیدم که اینها باید بغل هم وایسن هر کی قدش بلند. البته میدونم منظور قد معمولی نیست، منظور اعتبار کردیت اینا. ببینید اونی که مجاهده قد خانم مریم رجوی رو بلند میبینه، اونی که آقای شاهین نژاد اولا قد رضا پهلوی رو بلند میدید بعد دید نه خودش قد بلندتره. خب این اتفاقا دموکراسی همینو میگه. یعنی اگه اوباما هم میمد جلو میگو قد خانواده کندی از من بلندتره یا قد خانواده بوش از من بلندتره، هیچ وقت به خودش جرأت نمیداد بیاد جلو. ولی توی دموکراسی میگه شما بیا جلو حرفتو بزن، مردم تصمیم میگیرن قد کی بلندتره، کی بلدتره. که البته سر این ماجرای ترامپ الان ما به این نتیجه رسیدیم که خیلی وقتا
دموکراسی نوع بدش هم هست که یه نفر که رأی اکثریت رو نداره امروز نشسته و یکی یکی داره کارا رو میریزه به هم. امروز شنیدم که حتی فدرال ریزرو چند تا از اون مسئولینش رو اخراج کرده و به زودی برای من و شما، حتما شما هم گرفتید، یه تکسی از چیز میاد که در حالتهای اضطراری ترامپ میتونه مستقیما به 20 و به ببخشید به 220 میلیون نفر در آمریکا تکست بفرسته. پس فردا میاد که آقا رزرو نیست و این پولای دلار و اینها همه بی اعتباره. ولی برگردیم فعلا مشکل ایران حل کنیم، به این چیز نباش. ماجرا اینجاست که به نظر من میاد اتفاقا خوبه که همه بخوان رئیس جمهور بشن، به شرطی که صادق باشن، بیان بگن من میخوام رئیس جمهور باشم. مردمم مثل من و شما تو مهمونیان مسخرهشون کنیم، بگیم آقا به این قد بلندت، به این پول زیادت، به این خانوادت، ولی همه اینها میگن ما نمیخوایم. همه اینها دروغ میگن، میگن ما نمیخوایم کاری باشیم. و اونجاست که مردم میگن این دروغ میگه، این میگه من امروز نمیخوام کاری باشم، ولی فردا اتفاقا میخواد صف اول باشه، میخواد فرمانده اول باشه. من میگم چرا آقایی که قسم خورده، اگه اون روزم جوان بوده قسمش نمیدونه واقعا خورده یا نه، امروز بشینه فکر کنه ببینه میخواد یا نمیخواد. اگه میخواد بیاد جلو، اگه نمیخواد بگه من نمیخوام تا یک دیگه بیاد جلو. به قول شما، به قول ما، دست اندازی برای دیگران درست نکنه. ولی میگم یه کلاف سردرگم شده. الان دوستان میگن که این آقای طهمورث زمانی هست، خیلی چیزای طنز می‌نویسه. میگه ببخشید من اینجوری میگم آقای مینوی، من فقط دارم نوشته دوستان رو پخش میکنم. میگه که پدر و پدر بزرگ این شازده قرازه نمیدونم فلان کردن به قانون اساسی مشروطه. حالا چجوری این میتونه بیاد قانون اساسی مشروطه رو نگه داره؟ بعد ببینید آقای سوربی، آقای شما یه وقتایی یه چیزایی میگید که فرصت جواب با 2 دقیقه و 3 دقیقه نیست، استیادتی به فرصت جواب بیشتری داره. من ساکت میشم، شما جواب بدید. قانون اساسی توضیح بیشتری بدن. بفهم. ببینید قربان، ما در سال 1285 انقلاب مشروطه رو انجام دادیم که نیاکان ما دمشون گرم، در زمانی که هنوز کشورهای بسیار کشورهای بزرگ دنیا به این مرحله نرسیده بودن، از جمله مثلا روسیه هنوز به انقلاب بلشویکی نرسیده بود، ایران انقلاب مشروطه انجام داد و به دموکراسی رسید. اما دموکراسی یک چیزایی رو لازم داره، اون زیربنایی لازم داره. زیربنای دموکراسی آزادی، امنیت و یه مقداری رفاهه. ما چون نه آگاهی داشتیم، نه امنیت داشتیم و نه یه مقدار رفاه داشتیم، اون دموکراسی که در کشور ما برقرار شد بعد از 20 سال تبدیل شد به ملوک طوایفی. شما که نمیتونید انکار کنید که بگید آقا شیخ خزر خوزستان داشت، اسماعیل آقا سیمتکو مثلا فرض کنیم که بخشی کردستان داشت، نمیدونم خراسان یکی دیگه داشت، سیستان بلوچستان یکی دیگه داشت، آذربایجان یکی دیگه داشت دیگه، حتی دوربر همین تهران همین نایب حسین کاشی کاشان و این طرف ها داشت. یعنی حکومت مرکزی موکول شد به تهران و عمومه تهران. پس بنابراین دموکراسی در این کشوری که مردمش آگاهی نداشتن، امنیت نداشتن، رفاه نداشتن کارگر نشد، کارآمد نشد. در نتیجه رضاخان اومد، رضاخان با زور دیکتاتور. ببینید آقای سومی، 100 سال پیش همه کشورها دیکتاتور بودن، هیچ وقت اینطوری نبود که کشور سوئد 200 سال پیش دیکتاتور بود. قدم به قدم به دموکراسی امروز سرآمد دموکراسی های جهانه. آقای رضاشاه یا رضاخانی که اون موقع اومد، اولا که این ملوک و طوایفی رو از بین برد، همه رو یک پارچه کرد. در ثانی اولین کاری که کرد میز و تخته و تخت سیاه رو آورد. یعنی قبل از رضاشاه کسی که مثلا یه فرد معمولی بود، وقتی بچهش میذاشت مکتب که تموم میشد یا بعد میرفت روز حوزه علمیه دروس علمی میخوند که آخوند بشه، یا تموم شده بود که فارغ التحصیل شده بود، خوندن نوشتن مختصر بلد شده بود، وارد اجتماع شده بود. بگذاریم اون خانواده های اشراف که معلم سرخونه میگرفتن،
برای بقیه تحصیل تمام شده بود. رضا شاه اومد در تمام شهرستان ها مدارسی درست کرد با تخت سیاه و میز و نیمکت، کتاب های فارسی و جغرافیا و حساب و هندسه و این حرفا، دبیرستان و دانشگاه. اومد ده ها کار نیک کرد که من اگه بخوام بشمارم تمام برنامه شما رو میگیره و کشور رو از قعر تاریخ آورد بالا. بعد فرزندش آقای محمد رضا شاه که ولیعهد بود، وقتی ولیعهد بود که کشور از طرف شوروی و بریتانیا اشغال شد و ایشون یه جوانی بود که آقای رضا شاه فرستاد فروغی رو آورد، گفت این تو نخست وزیر بشه. آقای فروغی آقای محمد رضا جوان رو برداشت و سطح را سفیر بریتانیا و سفیر شوروی هر دو با هم رسیدن بهش، گفتن قراره در این کشور دیگه جمهوری باشه. آقای فروغی گفت آقا اینجا کشور ماست، ما تصمیم میگیریم، شما حق نداری به ما بگید چی باشه. در حالی که همه تاریخ میدونن در همون موقع بریتانیا رفته بود پسر محمد حسن میرزا، محمد حسن میرزا برادر احمد شاه قاجار بود، ضمناً ولیعهد احمد شاه قاجار هم بود، یعنی احمد شاه قاجار برادرش رو به عنوان ولیعهد تعیین کرده بود. پسر محمد میرزا رو رفتن به نام حمید میرزا پیدا کردن، گفتن این بریم پادشاه کنیم، یعنی دوباره پادشاهی رو برگردونیم به قاجاریه. وقتی حمید میرزا رو آوردن، اصلا این یک آدمی است که رفته تو نیروی دریایی بریتانیا استخدام شده و اصلا فارسی بلد نیست حرف بزنه، بعد منصرف شدن. آقای فروغی اومد محمد رضا شاه رو به پادشاهی رسوند. همه تاریخ میگن اگر خلافش میگید بگید، یه جا بگید من بزنید تو دهن من. آقای محمد رضا شاه از سال 1320 تا 1327 اصلا به هیچ دخالت نکرد. تحصیل کرده سوئیس بود، این مردمان اروپا اصلا مثل پادشاهان اروپا اصلا در حکومت هیچ دخالتی نکرد. نتیجه این دخالت نکردن این شد که اومدن توی جشن دانشگاه روز 15 بهمن ماه 1327 که رفته بود جشن دانشگاه، آقای ناصر فخرایی به کمک آقای نورالدین کیانوری، نمیگم به کمک حزب توده، نورالدین کیانوری تقریبا رهبر حزب توده شخصا این برنامه رو شیده بود، به اعضای حزب مطرح نکرده بود و بعدم این کارت خبرنگاری گرفته بود از مجله پرچم اسلام، یعنی همون چیزی که شاه بعدها میگفت سرخ و سیاه، همون سرخ و سیاه بود. اومد اون آقای ناصر فخرایی به عنوان خبرنگار اومد تو دانشگاه، توی دوربینش، دوربینای موقع دوربینای بزرگی بود، توی دوربینش یه اسلحه گذاشت و با اون اسلحه به شاه 5 6 تا تیر از نزدیک شلیک کرد که شاه با چالاکی اینور اونور پرید و تیرا بهش اونطوری که باید اصابت نکرد، یک تیر لبش رو پاره کرد، یک تیر برای گوشش خورد، یکی دوتا هم به کلاهش و لباسش خورد. خب ببینید آقای مینوی، همه بله. این چیزایی که شما میگید وقتی ما قبول داریم که دیگه نباید روش بحث کنیم. ببینید شما میگید شاه آدم دموکراتی بود، در سلطنت هم در حکومت بسید باید به من فرصت بدید تا بگم چطوری شد. نه آخه اینا رو که میدونیم، از صحبتهای شما هم قبلا شنیدیم، ولی سوال اینه، یعنی شما میگید به دلیل اینکه یه سوء قصد شده به شاه که شانس آورده از این سوء قصد هم جان سالم به در برده، ایشون باید بیاد قانون مشروطه رو زیر پا بذاره؟ نه آقای سوربی، شما اجازه بدید من حرفم تموم شد تا بعد شما بگید. بفرمایید. آقای محمد رضا شاه اومد همونطور همون روش رو ادامه داد. آقای دکتر مصدق رهبر فراکسیون اقلیت مجلس بود و همه دنیا میدونن رهبر اقلیت نخست وزیر رو نمیتونه بشه. آقای مصدق نخست وزیر شد، حالا وارد جزئیاتش نمیشه، نخست وزیر شدن و تونستن نفت رو ملی کنن و دوایی خودشون در مجلس به تصویب برسونن. وقتی که ببینید چرا آقای مصدق در اقلیت بود، اگرم چی گفتم عیب نداره تکرار میکنم، مگه شما مسلمان ها هر روز 17 دفعه نمیگن اعتنا صلات الذین انعمت علیهم؟ خب منم اینو میگم. ببینید خب من از همینم دیگه خدا بهشون گوش نمیده آقای مینوی. بله دیگه خدا به مسلمان ها چون خیلی تکرار میکنن گوش نمیده، نه راه راست بهشون نشون میده. نه من خیلی تکرار نمیکنم خاطرتم. بفهم. اکثریت مردم ایران روستان نشین بودن، بهشون گفتن رعیت. رعی اینا به وسیله خانها بود، یعنی خانها میگفتن تو برو به کی رعی بده. بعد آقای شاه از آقای مصدق پنهانی حمایت کرد که تا مصدق تونش لبایش رو تصویب کنه بره. منطقه آقای مصدق وقتی که از دادگاه لاهه پیروزمندان برگشت اومد،
گفت آقای محمدرضا شاه من میخوام فرمانده کل قوا بشم. آقای محمدرضا شاه گفت آقا قانون اساسی میگه فرمانده کل قوا پادشاهه. آقای مصدق گفت من نه، اولین کسی قانون اساسی رو زیر پا گذاشت مصدق بود. مصدق چون ما یه بت ساختیم نمیخوایم اون بت رو بهش یه خطی بیفته، اولین کسی که قانون اساسی رو زیر پا گذاشت آقای مصدق بود. گفت من میخوام فرمانده کل قوا بشم، قوا بشم، در حالی که قانون اساسی میگه پادشاه فرمانده کل قواست. قانون اساسی ایران بیشترش از رو قانون اساسی بلژیک نوشته شده که در بلژیک هم پادشاه فرمانده کل قواست. و آقای مصدق گفت من میخوام باشم. آقای شاه قبول نکرد، آقای مصدق استفاده، مردم اعتراض کردن، قیام 30 تیر به وجود اومد. شاه مجبور شد که علی رغم میل باطنیش فرمانده کل قوا رو به آقای مصدق بده. وقتی که داد نتیجهش این شد که آقای شاه باز ببینید در غیاب مجلس حق عزل و نصب نخست وزیر با شاهه. این بارها یعنی خود آقای مصدق مثلا فرض کنه که 4 سال قبل از نخست وزیریش رفته بود توی کاخ پادشاه متحسن شده بود، 5 روز تو کاخ پادشاهی متحسن بود، همین پادشاه محمدرضا شاه. کاخ محمدرضا شاه حالا که مجلس نیست شما این نخست وزیر رو عوض کنید، این نخست وزیر رو خوب بذارید. یعنی خودش میگفت چون مجلس نیست آقای پادشاه شما نخست وزیر رو حق دارید عوض کنید، باید عوض کنید. این خواستنی میخواد. بعد وقتی که خود آقای مصدق مجلس رو منحل کرد، آقای پادشاه حکم عزلش رو داد، زیر حکم عزل نرفت، یعنی حکم عزل رو مخفی کرد، حتی به وزیر کابینش هم نشون نداد. بله آخه حکم عزلی که ساعت 2 شب بفرستن با ارتش دم خونه و اینا یکم اشکال داره. اگر ما به مجلس و به قانون پایبندیم، ضمناً آقای طهمورث زمانی میگه که مصدق نمیخواست فرمانده کل قوا بشه، مصدق میخواست وزیر دفاع بشه. حالا چقدر تفاوت داره صحبت ها، من به اصطلاح تاریخ رو نمیدونم، چون متاسفانه آقای مصدق که نخست وزیره، وزیر که دیگه نمیتونه آقای نخست وزیره هم زمنان یه جایی آقای مینو یه جایی شما گفتید که فرماندهی کل قوا دعوا، یه جایی شما گفتید که مصدق از طرف به اصطلاح اقلیت ائتلافی، مگر نخست وزیر رو شاه انتخاب نمی کرده. ببینید نخست وزیر دو جور انتخاب میشه، یا مجلس هست یا مجلس نیست. اگر مجلس هست نخست وزیر رو باید مجلس بهش رأی اعتماد بده، اگر مجلس رأی اعتماد نده نخست وزیر نمیشه. پس بنابراین چون مصدق در اقلیت بود قاعدتا باید نخست وزیر نمیشد، چون مجلس رأی اکثریت دیگه، اکثریت رهبر اکثریت آقای جمال امامی بود، پس بنابراین نباید آقای مصدق انتخاب میشد. باز به اتفاقاتی که افتاد مصدق نخست وزیر شد و شاه مخفیانه ازش حمایت میکرد، برای که میخواست شاه میخواست نفت ملی بشه، شاه نمیخواست دولت بریتانیا از طریق شرکت نفت بر ایران حکومت کنه. ببینید دولت بریتانیا از طریق شرکت نفت بر ایران حکومت میکرد، یعنی از شرکت نفت میگفت آقا نخست وزیر کی باشه، وکیل کی باشه، وزیر کی باشه، حتی میگفت فلان جاده رو اینوری نکشید اینوری بکشید. اصلا یه دلیلی که ایران در دادگاه لاهه برنده شد همین بود که آقای مصدق برگه‌های رو در آورد نشون داد. یک شخص بود به نام آقای سدان کارمند شرکت نفت بریتیش پترولیوم بود و ضمناً در سفارت انگلستان هم بریتانیا هم دست داشت. اینا همه بریتانیایی که از ایران رفتن خلعیت شد، مصدق همه اینا رو بیرون کرد، همه اسناد رو از بین بردن. ولی این سدان معلوم نیست چجوری بود که اسناد خونش مونده بود، رفتن خونش که دیدن همه این اسناد هست، برگه هایی که نشون میده که دولت بریتانیا از طریق شرکت نفت در امور داخلی ایران دخالت کرده، و این برگه ها را آقای مصدق برد در دادگاه لاهه به استناد اون برگه ها. گفت این شرکت ملی نفت، این یعنی شرکت نفت بریتیش پترولیوم، این فقط نیومده نفت رو استخراج کنه برابر قرارداد، بلکه از قرارداد تخطی کرده و در امور ایران دخالت کرده، و دادگاه به نفع مصدق رأی داد و دادگاه لاهه به نفع مصدق رأی داد، حتی قاضی بریتانیایی هم به نفع مصدق رأی داد، یعنی به نفع ایران رأی داد، و آقای مصدق پیروزمندانه اومد. منتها آقای نلسون ماندلا وقتی پیروز شد و آقا من میرم کنار برای کارها شما بکنی،
آقای مهاتما گاندی اصلا دخالت نکرد تو کارا، فقط ارض و نجات داد. آقای لخوالستا در لهستان دخالت نکرد، یه دوره کوتاهی بود به زور اصرار مردم بعد رفت کنار. آقای مصدق ما اون صندلی چیز داره چسب داشت، چسبیده بود نمیتونست از اون دخالت کنه. آقای مینوی حتی از قانونی خودش هم زیر پا بذاره. آقای مینوی شما یه مقداری ببینید، اجازه من جمله بزنم. بفرمایید. وقتی که شاه دید که فرمان عدل مصدق رو داده، آقای مصدق تو رادیو گفته که این کودتا از کشور گذاشت رفت روم، به خانمش سرایه گفت آقای خانم سرایه بیا هرچی تو جواهر داری دلا داری من دارم بفروشیم بریم ایالات متحده مزرعه بخریم اونجا زندگی کنیم. شاه فکر کارش تمومه. بعد که برگشت گفت میخوام اثار خودم دست بگیرم، یعنی میخوام خودم قدرت رو به دست بگیرم. بعد که برگشت قانون اساسی کنار رفت. خب من خوشحالم که دوستان که از من تاریخ رو بهتر میدونن اینجا هستن. جالبه آقای لطیف زمانی که وکیل هستن در انگلستان، ایشون نوشته که آقا شاه رفت به تاریخ پیوست، ملاها 50 سال نمیدونم گرفتن بیاین یه کاری کنیم، ملا تاریتی ها شدیم فلان. ببینه ما اتفاقا آقای لطیف زمانی از همین امروز چه باید کرد به اینجا رسیدیم، ولی مشکل اینه که ما تا ندونیم گذشته چی بوده، چه اشتباهی انجام شده، همینجوری دور میزنه. برای حرف شما دست میزنه. بله خیلی شما گذشته ما نمیتونیم آینده رو بسازیم. خیلی متشکرم. ببینید شما، من اتفاقا تو صحبتاتون شنیدم بارها گفتید ماندالا از زندان که اومد بیرون رفت کنار. آقا نرفت کنار، ماندالا اومد رئیس جمهور شد، ولی یه دوره اونم به اصرار مردم از اول میخواست بده کنار. همون. مردم اصرار کردن یه دوره رئیس جمهور شد بعد رفت کنار. خدا پدرتون رو بیامرزه، همون یه دوره که رئیس جمهور شد بنایی رو ساخت که آجوراش صاف بود، اول گفت این کارا رو بریزید دور. شما ببینید خودتون تو صحبتاتون، من خوشحالم که شما هم بیزینس داری هم شرکت داری، اگه یه نفر مثل شاه عمل کنه شما خدا وکیلی فردا میذارید منیجر باشه، یه روز بیاد بگی نه آقا بلندشو بریم، به خانمش هم بگی بلندشو بریم ما میریم اونجا مزرعه داری و گاوداری و اینا. خب آقا اگه نمیتونی کسی که دعوتنامه برات نفرستاده که، بگو نمیخوام، مردم برن دنبال کارشون. همون بیچاره مصدقی که به قول شما چسب داشت و فلان، اگه اون انقدر علاقه داشته، اگه اون مملکت ایران رو از دست انگلیسان نجات داده قانونن، چون میدونید مصدق اگه من اشتباه نکنم اولین دکتر ایرانی در قانون بوده، لا که حالا اگه من به شما بگم شما اول بوده یا نمیدونم بوده در سوئیس. بله، بله. چیزش هم هست، کتاب سالش هم هست، تاریخش هم هست. ضمن این که من با یه دوست دیگه ای که شما به احتمال زیاد میشناسین این شما، سر صحبت به اصطلاح درس و سواد که شد گفتم بابا جون آقای شاه آدم ورزشکاری بود، دنبال سیاست نبود، گناهی هم نداره. گفت من رفت سوئیس وایساد دعوا کرد، وایساد بازی کرد، از مدرسه کردنش بیرون. وقتی آمد ایران برداشت یه سوغاتی بدی هم برای باباش آورد که احتمالا شما میدونید باباش اصلا با اینکه حرف شما مخالفم، اصلا آقای محمدرضا رو مدرسه بیرون نکرد. آقای محمدرضا تو مدرسه ای بود قهرمان بازی فوتبال مدرسه بود، روزنامه دیواری مینوشت. بله هیچ مهم نیست، اینجا ما ورزشکارایی داریم که از مدرسه میندازنشون بیرون. آقای شاه ولی آقای محمدرضا رو ننداختن. ببینید آقای مینوی، خب حالا شما یه کاری کنید، دوست شما آقای شاهین نژاد ایشون به اصطلاح محققه، من قبولش دارم، میره دنبال اینجا. منم قبولش دارم. اوکی خیلی خوبه، من کتاباش میخونم. خیلی هم خوب که من شما یاد میگیرم. ببینید اخی هم نمی کنم، خود بزرگبینی هم ندارم. نه خیلی هم خوب، چون شما ایشون رو قبول داری منم شما رو قبول دارم، ایشون هم قبول داریم. شما بعد از برنامه، حالا امروز ممکنه برنامه داشته باشید با تلویزیون ایتو، بعدا فردا به ایشون زنگ بزنید بگید آقای نجات این سربی شایعه انداخته که شاه دیپلم نداشت و از سوئیس یک بارم نه. نه این دوتا حرفه، خب دیپلم نداشت با از سوئیس بیرونش کردن فهم کنه. آقای رضا شاه فرستاد دنبال پسرش گفت بیا بس دیگه، پس گفت مدرک من نمیخوام خودت میخوام بیا. پس دیپلم آقای محمدرضا تحصیلات رو راه کرد اومد ایران. یعنی دیپلم نگرفته بود، تحصیلات تابستون ولی بیرونش نگرفت. اوکی
خب تا اینجا من و شما به این توافق رسیدیم که آقای شاه دیپلم نداشت، که مهم هم نیست، نادر شاه هم دیپلم نداشته، احتمالا امیر کبیر هم دیپلم نداشته، خود رضا شاه هم دیپلم نداشته، ولی وقتی ما به دوستانی مثل آقای اتفاقا آقای مصدق هم دیپلم نداشت، بله، بدون دیپلم رفت دانشگاه کلک زد، بله، خب آدم زرنگی بوده. در هر صورت کسی که دیپلم نداره باباش که نباید بفرستش مدرسه، نباید بفرستش دانشگاه نظام، باید بفرستش مدرسه نظام. متوجه میشه چی میگم؟ چون بله، بله، کسی که دیپلم نداره میره مدرسه نظام، که خیلی ها که رفته بودن دبیرستان نتونسته بودن به واسه شرایط مالی و فلان اینها ادامه بدن، مدرسه رو رها میکردن میرفتن مدرسه نظام، چون هم درس میخوندن هم حقوق میگرفتن هم دیپلم میگرفتن، بعد از دیپلم هم از مدرسه نظام یا میمدن تو ارتش یا میرفتن دانشکده افسری و نظام و اینها. اینجا بود که اشکال شد. وقتی هم فرستادنش اونجا، خاطرات هست، نوشته ها هست که آمده دیده این آقا نشست خوابیده تو زیر چادر، رفته اون افسرش رو تنبیه کرده، آقای رضا شاه گفته تو باید بچه های منم مثل بچه های دیگران چیز کنی. متاسفانه میگم تاریخو چون اونی که دوست داره اونجوری مینویسه، ولی شما یه چیزی رو یادتون باشه، من طرفدار اینا بودم، آقای مینوی، من تو آلمانم برای اینا فعالیت میکردم، اون آقای آیدین فرش فروش تو آلمان میدونه، ما میرفتیم نفرات جمع میکردیم برای تظاهرات و مردم میومدن. من وقتی رسیدم اینجا دیدم که این خانه از پایبست ویران است، این کسی که 62 میلیون داره امروز نباید برای 5-6 میلیون دلار شاه حسن شاه حسین فلان بیاد عمه خودشو ببره دادگاه، بیاد حسابدار خودشو ببره دادگاه، که اون حسابدارم بیاد بگه آقا من که اصلا پولی ندارم و 20 سال داره اینجا زندگی میکنه، ما میشناسیم این آقا رو، این آقا یه خونه داره، خودش خانمش زندگی میکنه، خانمش هم توی شرکت ساختمانی زندگی میکنه. این آقا کاری کرده که هر کسی آمده نزدیکش ازش فرار کرده. آقای سوربی ببینید، شما در خراب کردن افراد ید طولایی دارید، همه رو خراب میکنید. من از اول گفتم آقا یکی بهتر نشون بدید، من میام مخلص شما هستم میرم دنبال اون. همین آقای نجات، آقای نجات خوب بود. من در باره آقای نجات الان صحبت نمی کنم، در آقای وقتم ندارم، من آقای ایمان فروتن میگم. آقای ایمان فروتن یک تشکیلاتی دارن، یک کمک‌های مالی خودشون به خودشون دارن، یه چند نفر پولدار کمک میکنن که جزء همون گروه خودشون هستن و نهاد مردمی هستن. خب حالا آقای ایمان فروتن چی میگه؟ میگه در رئیس جمهوری الان تشخیص داد، گفت در حال حاضر ما باید به کمک آقای رضا شاه به آقای شاهزاده رضا پهلوی حکومت ملاها رو بندازیم. بس بر سر این نیست که شاهزاده رضا پهلوی پادشاه بشه، بس بر سر این که به وسیله ایشون رژیم ملاها کنار بره. خب این که خیلی بده، این که خیلی بده، این نشون میده آقای فروتن یه آدم درو و درنگه، میگه من فعلا میام از آقای رضا پهلوی به عنوان نردبون استفاده میکنم، برم بالا، اون بالا که رسیدم داد میزنم یا اینو میندازم پایین. ولی شما بذارید، اتفاقا یه سیاست مدار واقعی همینه، خب در بزاری... یه مرحله ائتلاف میکنه. بذارید منم همینه بگم، آقای در سوئد آقای سوری 5 تا حزب بودن، هیچ کدوم 51 درصد آرا رو نمی آوردن، بله، با هم ائتلاف میکردن، این دو حزب با هم یه عمری جنگیدن، الان به نفع کشورشونه که با هم ائتلاف کنن. خب قبول دارید، بذارید شما الان گفتید آقای نژاد نه، آقای فروتن، ما میگیم شما آقای فروتن رو قبول کردی، ایشون هم گفته آقا نه، من آقای نژاد هم قبول دارم. خب میدونم آقای فروتن به مثال من میخوره، اوکی، آقا صلاحی که به کمک شاهزاده رضا پهلوی رژیم ملا آر برکنار کنن برسن به صندوق رای، قبول، اون موقع ممکن آقای ایمان فروتن بره برای رئیس خودش تبلیغات کنه. برنامه آقای فروتن بعد از اینکه اعلام کرده فعلا رئیس جمهوری رو بذاریم کنار بریم دنبال آقای رضا پهلوی، قانونا باید چی باشه؟ باید تماس بگیره با دفتر آقای رضا پهلوی بگه آقای شاهزاده رضا پهلوی، من ببینید شما اینایی که میگید یه چیزایی میگید که من نه من خبر دارم نه شما. خب چرا نمیپرسین ازشون؟ آقای ایمان و من با آقای ایمان و فروتن که ارتباط ندارم، که من دورادورشون میشناسم، من اتفاقا پدر خانم من خونش روبرو خونه پدر مادر ایمان و فروتن بود، من پدر مادرش رو دورادور میشناختم، ولی با خود آقای ایمان و فروتن ارتباطی ندارم. یه دفعه توی یه جشن مهرگان دیدم ایشون سلام حال شما چطوره،
خب چی جوری توقع دارید که من برم ازش بپرسم؟ چرا شما خودتون نمیپرسید؟ من ببینید وقتش تموم شد جناب. بله بله دوستان عزیز اجازه بدید بهتون بگم آقای مینویی خیلی مشغولن، تو چند تا تلویزیون مختلف برنامه دارن. ما سعی میکنیم یه برنامه بزنیم که یک ساعت یا حتی بیشتر با ما باشن از هفته آینده، و بازم از ایشون تشکر میکنم. ضمناً خانم حوریه قرهداغی هم از این برنامه دارن تعریف میکنن، میگن خیلی خوشحالم که آقای مینویی آمد و این صحبت ها رو میکنه. احتمالاً در هفته آینده این دوستان با شما تماس میگیرن، ازتون سوال میکنن. بعد از اینجا شما در ایتو برنامه دارین. ایتو بله. اسمش رو عوض کرده به نام Voice of Iran. این آقای امیدوارم گاهی وقتی این کارا رو که میکنه خیلی خوبه. اون اول مثلا پم تیوی واقعا یه دفعه رفت نزدیک 1,000,000، البته بعدن فهمیدیم به خاطر خانم پاملا اندرسون بوده، ولی بازم باید نگهش میداشت. اسم عوض کرد، کرد ای تو، حالا اسم عوض کرده گذاشته Voice of Iran VOI. دوستان تماشا کنید از آقای مینویی. اگر سوالی دارید همینجور که در حین برنامه دیدید، شماره تلفن ایشون هست 281-835-3063. ضمناً برای ایشون یه ایمیل هم توی تلویزیون مردم درست کردم به نام minui@mardomtv.com که اگه شما ایمیل بزنید من ایمیل های شما رو به صورت پیام برای آقای مینویی میپرسم. آقای مینویی ممنونم که با ما بودید، مزاحمتون نمیشم که به برنامه بعدی برسید. سپاسگزارم جناب سر، من از برنامه و از همکاری با شما تو این برنامه واقعا لذت بردم. من ممنونم از شما، مرسی که با ما بودید. خب دوستان عزیز، با آقای پرویز مینویی بودیم. من بارها گفتم واقعا ممنونم از دوستانی که مخالف عقیده من هستن، ولی این به اصطلاح شهامت، جرأت، آزادگی رو دارن که میان. ما هم باید در حین احترام بهشون حرفاشون رو گوش کنیم. همین الان خانم روحیه، ببخشید حوریه قرهداغی، میگه که با این برنامه آبروی شاه فراری و شازده قرازه رفت. همه سلطنت طلبها فکر میکردن اون منگل تحصیلات عالیه داشته. بهتر این برنامه را سلطنت طلبها ببینن که ما را باور ندارن. این آقای شاه دوست اعلام کرد که شاه بی سواد بود. دیگه اذیت نکن حوری خانم، بی سواد نبود، کم سواد بود. ببینید تفاوت نادان با کمدان خیلیه، من این از آقای لادن یاد گرفتم. در صورت از همه شما ممنونم. آقای طهمورث ایشون در نرفت، ایشون تو کانال ایتو ساعت 6 بعد از ظهر برنامه داره. و آقای لطیف زمانی، چقدر زمانی داریم لطیف زمانی، هیچ رابطه هم هست بین شما آقای طهمورث زمانی و آقای لطیف زمانی؟ نوشتن که چرا ملاها برن، کجا برن، چرا و کجا. سلام چی و هاشم پختم، یه چیزی هم میگه کجا، نمیدونم کجا، بچه هاشم پختن. بله در صورت بله همه سوال میکنن که چرا اینا برن، اینا دیگه 40 سال جا افتادن، هر کیو میخواستن کشتن، هر چیو میخواستن بردن، حالا اگه یک کسی جدید بیاد اونم میخواد بکشه و ببره. ولی یادتون باشه دیکتاتور کارش تمومی نداره، بازم میکشه، بازم اعدام میکنه، بازم میبره. و دوستان عزیز شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، بیاین اینجا با هم صحبت کنیم، شاید این صحبت ها به جایی برسه. از اینکه با ما بودید ازتون تشکر میکنم. تلویزیون مردم رو حمایت کنید، به دیگران معرفی کنید. روز و روزگار بر شما خوش. چهارشنبه با شما خواهیم بود. مرسی که با ما بودید.